سلام چهارشنبه شنبه پانزده آذر 1402 شش دسامبر 2023 میلادی یکی از اتفاقاتی که این روزها از منابع مختلف گزارش های اون میرسه در درون حکومت در حال اتفاق هست گروه های خودسر یا در واقع اعمال خارج از روال مأموریت سازمانی افرادی است که در سازمانهایی مثل اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات یا خود سپاه خدمت میکنه از جمله این گزارش ها گزارشی بود که از درون اطلاعات سپاه گروهی همدست شده بودند برای اینکه محمد مخبر رئیس سابق ستاد اجرایی فرمان امام که بزرگترین سازمان اقتصادی یک کشور و متعلق به خامنه ای هست همینطور در حال حاضر آقای مخبر معاون اول رئیسی است و امور اقتصادی دولت رو در دست داره میخواستند ترور کنند اگرچه این نقشه ترور به نتیجه نرسید و عوامل بازداشت شدند اما این مسئله قابل بررسی و تعمل هست که چرا کسانی از درون وزارت اطلاعات از درون اطلاعات سپاه یا از درون سپاه دست به این قبیل اعمال میزنند در توضیح این اطلاعاتی که جمع وری شده مجموعا دو سه عامل اصلی رو نشون میده عامل اول رقابت های اقتصادی باند های مافیایی است که در رگ و نظام جمهوری اسلامی حضور دارد اقتصاد ایران مجموعا دست 140 باند اقتصادی مافیایی است که تقریبا تمام اقتصاد ایران رو کنترل میکنند و آلکاپون هایی در رأس اونها نشستند این باند های مافیایی با هم رقابت دارند و معمولا هم وصل میشن وقتی دنبال میکنی به باند های بزرگ که در رده های بالای حکومتی قرار دارن و آلکاپون های بزرگتر در رأس اونها قرار دارن. مثل علی شمخانی و باند خوزستانی ها و محسن رضا و که یک بخش بزرگ فسادن یا محسنی ارشوی و ترامشلو کارگزار اقتصادی او و اعوان و انصاری که در قوه قضاییه دارند یا آقای رئیسی و علم خدا و باند خراسانی ها که از آستان قدس تا اقصانقات کشور دار و دسته دارن یا قالی باف و باند شهرداری و غیره که اخیرا زاکانی هم با گم شدن 17 هزار میلیارد تومان در شهرداری میشه گفت به یکی دیگه از این باندها داره تبدیل میشه چون هر کسی معمولا به نون آب شهرداری تهران برسه میتونه باندهای خودش رو درست کنه و باز هم از این باندها میشه شمرد باندهایی که معمولا هم تعدادی از اونها رو ما نمیشناسیم آقای مخبر به عنوان کسی که سالها در رأس بزرگترین تراست اقتصادی و کارتل زیر نظر خامنه ای بوده یکی از اون آلکاپون های بزرگی است که حالا با تکیه به صندلی معاونت رئیس دولت اختیاراتی هم در پروژه های دولتی و اختصاص ارز و پول و رانت ها و توزیع رانت های اقتصادی داره بنابراین محتمل است که یکی یا چند تا از این بانت های اقتصادی که معمولا هم الان از درون اطلاعات و اطلاعات سپاه و خود سپاه و بسیج و غیره یعنی جاهایی که اسلحه میتونن داشته باشن حکم بازداشت و زندان و اینها میتونه دستشون باشه یارکشی کردند ممکن است که ترور مخبر در بخشی از این کشمکش های اقتصادی باشه دلیل دوم میتونه کشمکش های سیاسی باشه به خصوص این که با مسئله مطرح شدن جانشینی مجتبا که او هم برای خودش باند مافیایی درست کرده هفتاد کارخونه دار رو دور خودش جمع کرده کسایی که راند خوردن از بغل از قبل او و پولدار شدن و دار و دسته هایی رو داره یارکشی توی سپاه و اطلاعات و غیره داره و مطرحی که باند اونها میاد و قدرت رو جای خامنه میگیره موضوعی که مورد قبول یک دیگه نیست و میتواند یا عوامل مجتبا کسی رو ترور کنن اگر باهاشون مخالف باشه یا برعکس کسایی که با جانشینی او مخالفن متحدین او رو بخوان ترور کنن بر حال رقابت های سیاسی برای گرفتن مناسب به خصوص مهمترین منصب یعنی تخت و تاج رهبر از دیگر دلایلی است که میتونه گروه های اسلحه به دست رو به حرکت بیاره برای ترور و حذف فیزیکی دلیل سوم میتونه از جانب کسانی باشه عناصری که خوشخیالانه در درون حکومت وضعیت اسفناک فعلی رو ناشی از آلودگی و فساد تعدادی در بالا میدونند که فکر میکنن خود رهبر رو هم اینها اسیر کردن و روی تکلیف شرعی یا به اصطلاح آتش به اختیار بودن فکر میکنم با این کار میتونن نظام رو کمک کنند یا نظام رو نجات بدن تعداد این ها البته خیلی کمتر از دیگرانه برحال مسئله بررسی مسئله ترور محمد مخبر یا دیگر کسانی که گزارش های از در مورد اونها میرسه یکی از اون معضلاتی است مسائلی است که باید دنبال کرد و به اون توجه کرد برای اینکه یکی از نقاط آسیب پذیر نظام جمهوری اسلامی است و جایی است که وقتی نور به تاریخ خونه این بخش های نظام میفته دیده میشه چه رقابت ها و فساد ها و کشمکش ها و جنگ و گریز های وحشتناکی در درون نظام در جریان مراسم چهلم آرمیتا گراوند دختر هفته ساله مخالف هجاب اجباری که به دست مسئول معمولین رژیم کشته شد ساعت پانزده امروز در قطعه 99 بهشت زهرا منعقد شد جمع کثیری از مردم رفته بودند نیروهای امنیتی حضور سنگینی داشتند و به کسانی که شعار زن زندگی آزادی سر دادند حمله کردند و تا اینجا گزارش رو دست کم یک نفر رو هم بازداشت کردند سازمان اف بین الملل گزارش 120 صفحه ای رو فراهم و منتشر کرده و در اون با چهل و پنج نفر دست کم صحبت کرده به عنوان شاهدینی که خود قربانی آزار جنسی یا تجاوز بودن در میان اونها مرد زن کودک از دوازده ساله تا چهل و هفت هشت ساله وجود دارند و توضیح دادند که چگونه در واقع چه در حین بازداشت و انتقال مورد آزار و حتی تجاوز قرار گرفتن چه در بازداشتگاه و چه در زندان و قصد سرکوبگرا هم شکستن اونها از درون بوده دولت کانادا خبر داده از اینکه به ده نفر از مقامات پیشین جمهوری اسلامی که در کانادا حضور دارن اختار کرده که باید خاک کانادا رو ترک کنند. گفته میشه یکی از اونها قبل از اختار دولت از کانادا خارج شده ولی نه نفر دیگه در تدارک اخراج از کانادا هستند. همچنین سامان سلمانی معاون وزیر کشور سابق در دوره آقای روحانی هم به دادگاه احضار شده که اگر در دادگاه محکوم بشه او هم باید از کانادا خارج بشه و دولت از ایرانیان خواسته مدارک و اسنادی اگر دارند کمک بکنند برای روشن شدن و به ارائه به دادگاه اما سفر یک روزه آقای پوتین به امارات و عربستان که گفته میشه برای هماهنگی در امر قیمت نفت هست و میخواد که با کاهش تولید اوپک و اوپک پلاس مجموعن که روسیه و عربستان دو اصلیش هستند قیمت نفت رو کمک کنند بالا بره در حالی که همین امروز امریکا اعلام کرد 250 هزار بشکه به تولید خودش اضافه کرده که عملا قیمت نفت رو باز پایین نگه میداره اگرچه روسیه مشتری چندانی نداره و اصل فروشش به چین و یک کشور اروپای شرقی و بعدم قاچاق نفت ولی این سفر گفته میشه بیشتر در راستای نفته و همینطور درخواست از به خصوص سعودی ها که صحبت از 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری اونها در روسیه به میان آمدیم همچنین شنیده میشه از محافل دیپلماتیک که روسیه در ازای این مسئله درخواستی که از عرب ها داره قول داده که گوش ایران رو بگیره و از آزارهای جمهوری اسلامی به خصوص حوسی ها که تجهیزات ایرانی به اونها میرسه اساسا نیروهای سپاه در شلی که حتی موشک ها دخالت دارند کاهش بده و در واقع با کارت ایران جلوی عرب ها بازی میکنه به همین دلیل هم فردا آقای رئیسی رو احضار کرده پوتین به مسکو در حالی که میتونست در راه برگشت به مسکو در تهران دو ساعت توقف کنه و صحبتی اگر هست انجام بدن اما رئیسی قرار است به پابوس پوتین بره و احتمالاً غیر از خورده فرمایش هایی که روسیه داره و استفاده هایی که از اقتصاد ایران از تجهیزات نظامی ایران میکنه غیر از اون احتمالا مسائل استفاده از کارت ایران در مقابل عرب ها رو هم به آقای رئیسی ابلاغ خواهد کرد اما جناب رئیسی امروز صحبت کرده و دوباره دست گل به آب داده ایشون فرمودند که ریل اقتصاد ایران به حرکت در آمده خیلی ها نوشتن موادی که مصرف میکنه جوریه که لابد میبینه ریلا به جای قطار دارن حرکت میکنن با امید پیروزی ایران و ایرانی